دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. سلام و درود بر شما عزیزان. با یه هفته غیبت، چون دفعه قبل به هر حال مشکل فنی پیش اومد که نتونستم، تصویر من ندیدین و خوشحالم که پیگیری کردین، چقدر زنگ زدین و الان در کنار شما، در خونه های شما، مقابل شما نشستم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم. چیزی که اول باید پیغامی که بهتون بدم اینه که من واقعا متشکرم از ابراز محبت و لطفی که از طرف جامعه ایرانی، چه در آمریکا، لس آنجلس، کانادا، حتی اروپا و چه از در ایران، واقعا اون برداشت ها و اظهار محبت هایی که به من میکنین خیلی برای من واقعا قابل احترام هستش و قدرش رو میدونم، ارزش های شما رو درک میکنم و دوست دارم همونطور که خودتون ابراز میکنین که چقدر تغییر کردین، حتی با صحبت های من، حتی با روش هایی که من ارائه میدم، چقدر تونستین خودتون رو تصحیح کنین. اینا نشونه چی هستش؟ رشد شماست. یعنی وقتی که من بدونم یک کاری اشتباهه، چطوری تکرارش میکنیم؟ ببینیم اشکال ما اینه که ما نمیفهمیم یه کاری یا یه رفتاری اشتباهه. حالا این رفتار بین مثلا زن و شوهرها هست، خود انسان ها هستن که در ارتباط با دیگران خیلی مثلا مهرطلبن، زود میرنجن، عصبانی میشن، دیفنسیو میشن، میخوان دفاع کنن، تمام اینا اشکاله. فکر نکنی خب من اینطوریم، من آدمی هستم که مثلا اگه یکی به هم بگه بالای چشت ابروی من، ناراحت میشم، میرم توی لب. خب اینو فکر نمیکنین یه باور محدود کننده اشکال داری که رابطه ما رو با دیگران خراب میکنه؟ فکر میکنین این خیلی طبیعیه که من یه همچه عکس‌العمل رو نشون بدم و یه همچه برنامه رو توی زندگی مرتب پیاده کنم؟ با اینکه میبینین که سر میخورین، با اینکه میبینین تو رابطه وقتی پرخاش میکنین یا غر میزنین، مرتب میخواین گله و شکایت کنین، حالا تو زندگی زناشویی هست، تو ارتباط با بچه هاتون هست، تو ارتباط با هر کسی، یاد بگیریم که چطوری ما برخورد میکنیم، یاد بگیریم که اگر یک رفتاری اشکال داره. من با کلاینت هم که داشتم صحبت میکردم، گفت خیلی سخته خانم دکتر من خودم رو کنترل کنم، مثلا اگه همسرم یه همچه حرفی رو میزنه من عصبانی میشم، با اینکه شما مثلا تکنیکاشو به من یاد دادین و میدین، همون لحظه من نمیدونم چه کار کنم، میخوام یعنی پاسخ مثلا پرخاشگرانه بدم و عصبانی میشم. گفتم آره، خب رفتاری قبل ما شرطی کردیم، فکر میکنیم اونا دیگه تعیین کننده همه چیز ما هستن و ما
همونا رو باید مرتب تکرار کنیم. خب برای چی داریم میکنیم این کارو؟ وقتی نتیجه نمیگیرین دعوا میشه، ما میبینین دیگران از شما رنجیده میشن یا از شما آزرده میشن، با دوستاتون میخواین تیکه بپرونین، زخم زبان ها، این همه باورا و رفتارای اشکال داره. ولی آگاهی مهمترین جایگاهی که در ذهن شما میتونه تغییر رو به وجود بیاره اینه که من بپذیرم این رفتار من اشکال داره، نخوام همش انگشتم به دیگران باشه. بله ما نشستیم همه باید با من مهربون باشن، به من عشق ببرزن، به من خدمت کنن. خب وقتی که این تفکر رو داری اتفاق بهش نمیرسی. وقتی که خودت نکنی، هر کاری رو ما دوست داریم کس دیگه ای برای ما انجام بده، اول من پیش قدم میشم و انجام میدم، یاد میدم با آدم ها. شما اینجا میشین یک آدم مستر دانا، آدمی که میخواین با آدم ها اون نوتیس رو بدین با رفتاراتون، وگرنه من بشینم منتظر باشم اون باید به من محبت کنه، اون خانمه مثلا از همسرش یه همچی انتظاری رو داشته باشه، باید جملات عاشقانه به هم بده، باید برام کادو بخره، فرق میکنه خانم یا آقا، حالا به هر حال هر کدوم. وقتی انتظار داشته باشیم و کاری ما خودمون براش نکنیم، من پر از توقع و انتظارم که این محبت بکنه، این اینجا اینجوری بکنه، رفتار من چی؟ ببینید رفتار ما تعیین کننده رفتار دیگران با ماست. این من سالها استاد دانشگاه علوم بهزیستی علوم تمام بخشی در ایران بودم و دارم واقعا مدلی با شماها کار میکنم که انگار من تو کلاس درس هستم و دارم به دانشجوها یاد میدم. بنابراین برای همینم شماها اینقدر نوتیس میکنه خوشتون میاد و میگین یاد گرفتیم، چون من واضح صحبت میکنم، ساده صحبت میکنم که همه درک بکنن که چه چیزهایی رو تو رفتار خودشون میتونن الان تغییر بدن. یا تمام تکنیک هایی که من میگم با اینکه خیلی علمیه، خیلی در حقیقت ریشه های تحقیقی و ریسرچی داره، اما تمام اونا رو من با زبان ساده برای شما توضیح میدم. شما بعد چیزی که شما اینجا کاری که شما میتونین بکنین، من هیچ باید نبایدی ندارم به کسی، هیچ چرایی هم به هیچ کس نمیگم. اگر واقعا کلاینت و مریض من یا هر کی بیاد بگه اینه، من ازش نمیپرسم چرا نکن، ربطی نداره، مهم اینه که اون آگاهی رو به اون بدم. و الا خب همه دیگرانم هم بهش میگن چرا، پس یه آدم متخصص با کسی که ازش کمک میخواد چرا و چون و چرا نمیکنه و چه کار میکنه؟ تو ارتباط با اون نگاه میکنه ببینه اشکالش چیه، چطوری میتونه اونا رو درک بکنه. بنابراین شما وقتی که آگاه نشین که اشکالتون چیه و همش بخواین یکی دیگه تغییر کنه، یکی دیگه به شما محبت کنه، یکی دیگه برای شما گل بخره، یکی دیگه برای شما اون کار بکنه، و یا اگر کاری برای کسی میکنین منتظر هستین این همون رو به شما برگردونه، هیچ کدومش کار نمیکنه. ببینید اون قسمت اول که اگه من منتظرم یکی دیگه برام یک کاری رو بکنه، یکی دیگه به محبت کنه، یکی دیگه احترامم برام احترام قائل باشه، یکی دیگه با من رابطه خوب داشته باشه، پس خودتون چی کاره این؟ پس باید منتظر، شاید یک عمر باید منتظر بمونین که یکی دیگه بیاد به شما محبت کنه، یکی دیگه بیاد براتون گل بخره. من خودم داوطلبانه انتخاب میکنم هر چیزی که میخوای کس دیگه ای برای شما انجام بده، شروع کنین خودتون تمرین کردن و انجام دادن. هر وقت که تونستین با این روش ها روی آدم ها تأثیر بذارین، یه دفعه دو دفعه هم نیست، تکنیک هایی که من دارم میگم تکنیک هایی ماندگار باید باشه، یعنی شما لااقل یک ماه یک رفتار جدید رو، من توی همین کتاب جادوی باور و ذهن خلاق که با سیدی میاد، من اینو برای شما نوشتم که حداقل 3 هفته تا 1 ماه و بعدم 60 روز طول میکشه که اینا شرطی بشه تو ذهن شما. تمرین لازمه، اینجوری بشکنی نیست. یه چیزایی رو ما طی سالها تو ذهنمون، رفتارهای ناهنجاری که
حالا رفتارهای خوبی که شرطی شده that's great عالیه، ولی رفتارهای ناهنجاری که در ما به وجود اومده، یعنی احساس حقارت کردن، پرتوقع بودن، قضاوت کردن، رنجش، عصبانیت، نمیدونم کم جنبه بودن، خیلی این چیزاییه که توی آدم ها هست. ما یاد بگیریم ببینیم اشکال من چیه، تا موقعی که من اشکالم رو نفهمم، یعنی من باور نکنم که این اشکال رو دارم و همش بخوام یکی دیگر رو مسئول بدونم، هیچ وقت رشد میکنم. همیشه همون جایی که هستم درجا میزنم و آدمی میشم ناراضی، شاکی. چرا؟ برای اینکه منتظرم دیگران به میل من رفتار کنن. مگه ما ریموت کنترل رفتار آدم ها رو داریم؟ افکار آدم ها رو داریم؟ دانین شما؟ میتونین بگین خیلی خوب ما من بگو دوست دارم با من مهربانی کن، ولی خودتون رو دارین. تنها کسی رو که ما قادریم بهش حکومت کنیم، باهاش کار بکنیم، تغییر درش به وجود بیاریم، خودم هستم. هیچ کسی غیر از خودم این کار رو نمیتونه انجام بده. پس وقتی من تصمیم بگیرم و باور کنم این رفتار من اشکال داره، یعنی قبول اشکال، هر وقت شما قبول نکنین نمیتونین تغییر به وجود بیارین، چون میدونین چی؟ حق به جانب میشین، حق با منه رو. ما تمام مدت داریم تو زندگی حق با منه رو بازی میکنیم، همش میخوایم بگیم حق به جانب منه. این خودفریبیه، یعنی نمیخوایم چشممونو میخوایم ببندیم بروی اون رفتارهایی که اشکال داره. اصلا شاید هم نبینیم من رفتارم اشکال داره، نه من چیزی نگفتم، حرفی نزدم. نمیدونم، یه خانمی توی تراپی اومده بود، خانم مسنی بود، میگفت آره من عروسم خیلی به من بی احترامی کرد، رفته بودم خونش برای مهمونا چای آورده من نداد فلان اینا و خیلی افسرده بود. گفتم خب شما چه رفتاری با ایشون کردین اینا؟ گفت من قبلش زودتر اومده بودم مثلا بهش گفتم آره اون یکی عروسم، اون جهیزه‌ای که آورده بود استکانش لب طلایی بود، خودش نمیدونم لب طلایی بود، سینی فلان. بعد شروع کرده بود یه سری در حقیقت کامپر، مقایسه این با یکی دیگه، و اونو درینش کرده بود، اون رو تحقیرش کرده بود. خب بعدم پس من یادم نمیمونه خودم چه کار میکنم، چشمم میبندم نگاه میکنم ببینم دیگران دارن چه کار میکنم. اول بینا و آگاه خودمون باشیم، هر جایی یه فشاری به ما اومد، یه رفتار ناخوشایندی با ما کردن، اول ببینیم من چه کار کردم. مسئولیت پذیری مهمترین چیزه، و اینکه من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، خیلی چیز بزرگیه. یعنی اینقدر مهمه، منو میبره به عرش. اشتباه نکنید. هر وقت که شما برای اشتباهتون عذرخواهی بکنین بزرگ میشین. این شهامت پذیرش اشتباه ما رو شروع میکنه کرک کردن، تصحیح کردن رفتارامونو. دیگه اون ترس این که نه من غرورم اجازه، یعنی چی غرور؟ یا آدمی رو توی رابطه از دست بدیم، مشکل بین ما به وجود بیاد و منم میدونم که اشکال من داشتم، ولی حاضر نیستم، میخوام تمام مدت توپو پرت کنم تو زمین اون که اون تقصیر داشتش، وگرنه من که اینجوری شروع میکنن از تبرئه کردن. هر وقت دارین اینجوری خودفریبی میکنین، نمیخواین درست بشین، رابطتون هم خراب میشه. فشار میخواین بیارین، رفتار رو نگه دارین. مثل همه کسی که گفتم این مریضه من، که کلاینت من میگفتش که خانم دکتر من آخه نمیتونم خودم رو نگه دارم، وقتی از حرکات مثلا همسرم عصبانی میشم میخوام ریاکشن نشون بدم. گفتم خب چند سال ازدواج کردی؟ 12 ساله؟ 15 ساله؟ و 15 سال داری این کار رو میکنی؟ گفت بله. گفتم خب نتیجه گرفتی؟ گفت خب نه. گفتم حالا پس یه روش دیگر رو انتخاب کن، اون موقع است میتونی نتیجه بگیر. تا موقعی که ما یه رفتاری رو مرتب داریم تکرار میکنیم، همون نتیجه رو میگیریم که قبلا گرفتیم. من داد میزنم، اون داد میزنه،
بعد من قرار میکنم اون قرار میکنه دو روز دیگه بدون اینکه بیایم کلیر کنیم ببینیم مشکل چی بوده، باز کنیم با هم اون فایل رو بگیم اوکی اینجا مثلا ببخشین من اونجا این حرف رو زدم ام ساری، یاد بدین به هم دیگه که معذرت خواهی برای اشکالاتتون. چه مانعی داره که من، ما که خدا نیستیم، همه آدم ها اشکال دارن، اشتباه میکنن. این غرور یعنی چی؟ غرور یعنی حماقت. غرور یعنی اینکه من حاضر نیستم بپذیرم اشتباه میکنم، اشتباه کردم. فقط خودت برات اشکال پیش میاد وقتی قبول نمیکنی. فکر نکن برای کسی دیگه ای اشکال پیش میاد. شما این وسط خودتو تخریب میکنی، رابطتو خراب میکنی، رابطتو با همه خراب میکنی، با بچت، با همسرت، با دیگران، با بیرون، هر کدوم از شما بخواین همینطوری به زندگی نگاه کنین و نگرش شما به زندگی به این شکل باشه، هیچ وقت اون موفقیت رو پیدا نمیکنی. پس بنابراین من کسی که نمیدونم تو ایران هستن آیا برنامه ها رو میبینن، به خاطر اینکه بعضی میگن ما نمیتونیم این کانال بگیریم و اینا، من پرسیدم کسایی تونستن مثلا کانال تصویر ایران رو بگیرن که یک کسی رو آوردن براشون تنظیم کرده اون سمبریتش و فریکوینسیش و اینا رو اونا درست کردن. شاید خودتون نتونین این کار رو انجام بدین ولی یه نفر بیارین براتون انجام بده که هی مرتب بر منم توی تلگرام و توی اینستاگرام و اینا می نویسین که نمیتونیم برنامه هاتون رو ببینیم، برین روی نمیدونم یاسد یا فلان. من اینجا عامل نیستم، تصمیم گیرنده نیستم. این تلویزیون تصمیم گرفت که تقویت بکنه اون به هر حال دوربیناشو برای اروپا و ایران و تغییر به وجود آورد. حالا اینجا ما هم خیلی هم متاسفم که توی ایران نمیخوان یه نفر بیارن براشون یک کاری رو انجام بده. حالا اگه خودتون نمیتونین، وقتی هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران دارن میبینن و برنامه رو نگاه میکنن، پس میتونین شما همین برنامه رو نگاه کنین. میتونین آدمای که آگاه هستن میتونن بهتون کمک کنن، بیانین و این تغییر فرکانسی رو بدین و بتونین برنامه رو ببینین. و به هر حال من توی یوتیوب تمام برنامه هم گذاشته میشه، تمام برنامه تلویزیونی من توی فیسبوک گذاشته میشه، همه اونا رو هم میتونین از اون طریق شما ببینین. این مسئله در مورد کتابم هم که اینو میتونین وبسایت من سفارش بدین، کتابیه که من نویسنده، بعضی فکر میکنن چون من دارم میگم کتابم نوشتم پس شما واقعا نویسنده، من نویسنده، من روانشناسی که نویسنده در مورد مسائل مهم روانشناسی رو داره انجام میده، من نویسنده اینجوری هستم و الا شغلم نویسندگی نیست. من شغلم تراپیست هستش و درز بورد سرتیفاید هیپنوتراپیست هم هستم و کارهای درمانی میکنم. خود درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. سلام، خسته نباشید، حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم. من ایران مزاحم میشم خانم دکتر. خب خدا رو شکر که من به اینا میگم بابا همه دارن از ایران میگیرن برنامه من، شما چطور نمیتونیم ببینیم؟ من خیلی ناراحت شدم چون هفته پیش شما نبودین خانم دکتر. هفته پیش همه برنامه های شما رو دنبال میکنم، اینجا خیلی افراد هستن که برنامه هاتون رو دنبال میکنن، ولی هفته پیش شما تشریف ندارید؟ نه هفته پیش یه اشکال فنی پیش اومد نشد پخش بشه که من بعدارم کسایی که با من تماس گرفتن حالا توی تلگرام توی فیسبوک یا هر جای دیگه حتی زنگ زدن بهشون گفتم اشکال فنی بوده، من جمعه آینده میام که امروز در خدمتتون هستم و خوشحالم که فوری کم بوده منو حس میکنین. ممنونم ازتون. خیلی ما دوستتون داریم. مرسی. دوستتون داریم خانم دکتر. شما طرفدار زیاد دارین. خیلی خوشحالم، من دوست دارم که اگر من واقعا از صحبت های شما خیلی استفاده میکنم، تو زندگیم خیلی به دردم خورده، گفتم من اون سری بهتون که من خودم یه باز نشستم از یه خود یه مدت تو خونه نشستم و اینا، اصلا از نظر روحیه من عوض شدم، من خیلی عوض شدم با حرفای شما.
خیلی خوب، پس بگین که چه تغییری کردین، خوبه که بقیه هم بدونن اون تغییری که انقدر برای اصلا همش تو خونه بودم، گوشه گیر بودم، یه خورده میگم من 40 سال کار کردم، فرهنگی بودم، وقت بعد از 40 سال کارو تموم یعنی گذاشتم کنار، اومد تو خونه نشستم، وقتی خودم سوزگی شده گرفته بودم، یعنی که با صحبت های شما خیلی روحیه من بهتر شده، یعنی بیشتر دوست دارم بیرون برم، بیشتر دوست دارم تبدیل کنم از آزا روان شده با بقیه، بیشتر دوست دارم ارتباط برقرار کنم. آها، برای یعنی که ارزش به خود رو زندگی کردین، عشق به خود رو، چون ما تا میگه که ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما چی هستش؟ عدم ماست. پس اگر نخواهیم فعال باشیم یعنی نابودیم. باریکلا، عالیه. من خیلی هم ممنونم ازتون و کسایی دیگه هم اگر هستن که میتونن شماره رو بگیرن بهتره که یه تماسی بگیرن، ما ببینیم که واقعا اونجا فرکانسی و تغییرات نمیدونم حالا رفته یاسر صد نمیدونم یوتل صد رفته رو یوتل صد. خب کتابتون من نتونستم پیدا کنم، رمز موفقیت رو میشه شماره دیگه لطف کنید؟ من شماره ای که دادم 0919 793 2933. با این تلفن تماس بگیرید، نماینده من در ایران براتون کتاب رو. شما از کدوم شهر زنگ میزنید؟ من نهایت سپاسگزارم، خیلی خیلی ازتون ممنونم، خیلی از دوستتون دارم، مرسی، برنامه‌هاتون همه رو دنبال می‌کنم. قربون شما، لطف دارین، خدا نگهدارتون. ما در خدمت همه فارسی زبان، خدا نگهدارتون، ما در خدمت همه فارسی زبانان هستیم. قربون شما، خیلی متشکرم، ممنون، متشکرم، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. خب ببینین، اصول ارتباط با دیگران و اصول ارتباط با خودتون، میگه اگر با خودت خوب تا نکنی، اگر برای خودت اهمیت و ارزش قائل نباشی، هیچ کس اونو نمیتونه به شما بده. این ارزش رو چه کسی به شما میده؟ کی این ارزش رو به شما میده؟ چی فکر میکنه؟ یکی دیگه میاره از تو خیابون، دوستم، اون ارزش رو کی؟ من هستم که هر وقت بها و ارزش برای خودم قائل باشم. یعنی چی؟ احترام به خود و احترام به دیگران، دوست داشتن خود و دوست داشتن دیگران، ارزش گذاری برای خود و ارزش گذاری برای دیگران. هیچ کدوم از اینا چیزایی نیستش که فقط برای خودتون قائل بشین و برای دیگران نباشین. اون موقعی شما ارزشمند میشین که همون بها رو به دیگران بدین، همون احترام رو به دیگران بذارین، همون رابطه رو با دیگران داشته باشین. وقتی من با شما میگم من شما رو دوست دارم و توی برنامه نشون میدم و احترام براتون قائلم، همه میگن شما چقدر مهربونین، شما چقدر. ببینین، از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود. ما با محبت میتونیم ما رو از لونش در بیاریم. حالا ما همش میخوایم خودمداری کنیم، خودمختاری انجام بدیم، میخوایم هیچ گونه انعطافی روی مسائل نداشته باشیم که من چرا برم منت کشی، من چرا برم بگم معذرت میخوام. معذرت ما رو بزرگ میکنه. یاد بگیرین که بزرگ باشین. از آقای اندرو خواهش میکنم یه پیام بازرگانی بذارن. این البته عده دختر من هست، دکتر آتوسا نیکاین، یه دوره دیگه بذارن، در خدمتشون هستیم. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست،
با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودنسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودنسی، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکایین، ارتودنتیست. خب درود بر شما، دوباره برگشتیم. من برحال خیلی خوشحالم از این اثر لطفی که همه به من دارم و خیلی یعنی کارهایی رو که انجام میدن برای اصلاح و تربیت دوباره ذهن و رفتار و کلام و گفتار. ببینید، ما وقتی که شروع کنیم تفکرمون رو تغییر بدیم به اینکه من زود رنج نباشم، من یاد بگیرم من اول اون احترام، اون ریسپکت، اون خدمت رو بکنم بدون قید و شرط. اگه قرار باشه بگم خیلی خب من حالا این کار رو برای این میکنم، حالا من این احترام رو میذارم، مثلا این کار رو میکنم، اونم در مقابل سریع، حالا فکر کنم یه دفعه من کار رو انجام دادم، بابا اون که اصلا نفهمید، ریسپان نداد، اصلا فایده نداد. یعنی چی؟ شما بعد یک ماه روی یک رفتار درستتون، همون رفتاری رو که میدونین قبلا اشتباه داشتین، رنجش داشتین، عصبانی میشدین، مثلا حالا با هر کی، با همسرتون، با بچه‌هاتون، با دیگران، ولی اگر اون دارین تغییرش میدین، تمرین بعد بکنین. اینطوری خمه رنگ رازی نیست، تمرین میکنین، منتظر نباشین که فوری از اونا ریسپاند مساعد بگیرین. ولی در بلند مدت، الان کسایی که من باشون کار کردم میگن خانم دکتر، همه من میگن اصلا چقدر تغییر کردی، اون آدم نیستی. اگر مردم تغییر شما رو بگیرن، یعنی بفهمن شما توتالی دیفرنت با قبل هستین، عکس عملاتون دیگه با قبل متفاوته، فوری پرخاش نمی کنین، حالا اگه پرخاش کردی یا زود رنج بودین فوری اون کار رو نمی کنین، یا آدمایی که به هر حال دوست دارن فوری اگر یه کسی یه چیز گفت فوری جواب بدن و خودشون رو تبرئه کنن، نیستین. یعنی خیلی رفتارهایی که ممکن به نظر شما خیلی هم عادی و ناچیز بیاد، تمام اینا حیاتیه تو رابطه ما، رابطه ما رو خراب میکنه یا رابطه ما رو درست میکنه، هیل میکنه. باید اینا رو تجربه کنیم و کسایی که واقعا توی تراپی با من هستن و دارن اینا رو تمرین میکنن، پدرنهای ذهنی، پدرنهای رفتاری، الگوهای ذهنی، الگوهای جدید رفتاری، تمام اینا رو دارن در زندگی روزمره باش همینطوری کار میکنن. این نیستش که یه دفعه ما بکنیم خب تموم شد. تغییر یعنی چی؟ اصلا جهان بر مبنای تغییر به وجود اومده. تمام سلولای بدن ما هر لحظه در حال یه تعدادی میمیرن و سلولای جدیدی، ولی ما نمیفهمیم به خاطر اینکه به هر حال اینقدر قانون و قوانین آفرینش و قوانینی که حاکمه بر وجود ما و حاکمه بر کل هستی، اینقدر نظم و ترتیب توش هستش که ما اصلا اونا رو نمیتونیم درک کنیم. ولی این قوانین رو شامل رفتارهای ما هم میشه. نه، من یه عمری آدم مثلا پرخاشگری بودم، فحاشی میکردم، حالا هم نمیتونم، همینی که هستم میخوای بخوا، خب مریضی پس، بیماری، باید بری کمک بگیری، دارو بخوری، ببینی اشکال چیه. نمیتونم من بگم من همینی هم که هستم و همه بیاین منو به زور تحمل کنین. خب رابطه ها به هم میخوره، بچه ها هرت میشن. اگر همسر آدم، حالا آقا یا خانوم، بیشتر معمولا توی جامعه ایرانی آقایون هستن که اون حالتای این که میخوان غلبه کنن و
سرپرست و رئیس هستن و فکر میکنن رئیس بودن لازمش اینه که ما فریاد بزنیم همه از ما بترسن. مریضایی که من دارم مثلا میگم ما اصلا صدای ماشین بابا میومد ما همه ما هر کدوم میپریدیم توی سوراخ قایم میشدیم که دیگه در مقابل اون قرار نگیریم. این اصلا درسته که ما رابطمون رو اینجوری بکنیم با اعضای خانواده؟ چی رو میخواییم ثابت بکنیم؟ که خانواده بیمار یک رابطه زناشویی مشکل دار؟ خب وقتی میتونیم تغییر کنیم بکنیم، وقتی میتونیم یه همتی بکنیم یاد بگیریم، نمیتونیم برین یاد بگیرین این تکنیکا رو. حالا کسی که میان میگن خب کسی ما میریم توی تراپی اونا با ما حرف نمیزنن، فقط میگن بله بله. یکی مریضای من دیروز میگم خانم دکتر خب من میتونم با دیوار برم صحبت کنم، با هر کدوم از این حرف زدم مثلا سرشون تکون میدن، تکنیک و روشی به من یاد نمیدن، خب من درد دلم میرم با دیوار میکنم. حالا به هر حال روش ها متفاوته. من آدمی ام که با شما کار میکنم، روش میدم، تکنیک میدم، راه میدم، دنبال میکنم بهتون، شما نتیجه رو هر لحظه میبینید. با هیپنوتراپی یعنی یک نوع درمان مکمل مشاوره و روان درمانی هست. درمان مکملشه که بزرگترین دکترای روان شناس آمریکا که معروفترین هستن اصلا خودشون اصلا به عنوان هیپنوتراپیست معرفی میکنن که توی سایتشون من رفتم دیدم واقعا و بعد توی بعضی کنفرانس ها دیدم چقدر اهمیت دیدم و اون چقدر مهمه که ما اون دسترسی به آنکانشس مایندمون پیدا بکنیم، چجوری میتونیم پدرن های موفقیت رو بذاریم. و البته اینا روش های علمیه، همینطوری نمیتونین بدون اینکه تخصص داشته باشین این کار رو انجام بدین، باید حتما درست و علمی انجام بشه. من خودم بورد سرتیفای هیپنوتراپیست هستم، این روش های عادی نیست، با بشکن یاد نمیگیره آدم. تمام نکته های ریزش رو باید حواسمون باشه کجا چجوری میتونیم اون انفورمیشن ها رو با اون مراجع ترانسفر کنیم یا از اون بگیریم. به هر حال این چیزایی هستش که ممکنه شما آنچنان اطلاع نداشته باشین که چه ارتباطی هست، چه اتفاقی میفته، اما چیزی که اتفاق میفته همین مسئله حساب بانکی عاطفی رو من اتفاقا اینجا توی کتاب جادوی باور من الان در حال چاپ هستش که اون توی اون کتاب من براتون خیلی چیزهای مفید رو توش گذاشتم، تکنیک هایی که میتونین عملی انجام بدین، تکنیک های مؤثر برای اینکه ذهن منفی رو تغییرش بدیم، تبدیلش کنیم به ذهن مثبت. و فکر میکنم اونایی که از ایران زنگ میزنن بلافاصله تلفنش قطع میشه، نمیدونم حالا هستش بر. درود بر شما، بفرمایید. الو. بله سلام، خوب دوستان، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین شما؟ ممنونم، قربان شما، خسته نباشید خانم دکتر. من از ایران تماس میگیرم، تهران. آه خب خوشحالم اقلا تو تهران باز تونستم بگیرن، چون اینقدر گله گذاری میکنم به من که ما نمیتونیم بگیریم، برین تو رو خدا. نه خیلی سخت، من چندین نوبتی دارم تماس میگیرم، ولی خب الان خوشبختانه موفق شدم که تماس بگیرم و تونستم با شما صحبت بکنم. خانم دکتر من میخواستم اول خیلی تشکر کنم باعث برنامه خیلی خوبتون. من یه دانشجوی هستم، قبلا هم درس خونده بودم، یه مدت کار کردم، ولی خب چون علاقم به رشته چیز دیگری میکردم، رشته اولیم باعث شد که اون رشته مورد علاقم تو شهرستان قبول شدم و خب از خانوادم خیلی دور شدم و خب یه مدت این باعث شده که من حالت دپرسی ناراحتی و مثلا یک حالت انزوا پیدا کردم. بعد تا اینکه من اون اونجا مافاره مثلا نصف کردیم اینا و من برنامه شما رو دیدم و واقعا لذت بردم. اینجوری شده بود که من فکرم هفته پیشم شما تشریف نداشتید و خیلی خوب مثلا بله گفتم اشکال فنی بود و
و خیلی خوب الان خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت می‌کنم. و از اومدم تهران اول کاری کردم واسه دنبال کتاب که من کجا متأسفانه بعضی از کتاب‌فروشا نداشتن. اول خواستم بگم کتاب شما کجا می‌تونم تو تهران تهیه کنم؟ من کتابم با نمایندم باید تماس بگیرین. البته بعداً این کتابا رو ما می‌ذاریم توی سایتی که تو ایران و اینجا من تو سایت آمازون میذارم هر دو تا کتابو، ولی فعلا تو ایران با نماینده من تماس بگیرین 0919 793 2933. شما اونجا تماس بگیرین، این کتاب رو برای شما هر جایی که هستین پستش میکنن میفرستن و میتونین در اختیار داشته باشین. این کتاب رو بایستی، همونطور که من همیشه هم گفتم، من به عنوان یک نویسنده چیز شناخته نباید بشم، من یه آدم متخصصی هستم که خب فوق دکتری روانشناسی دارم، ولی دوست دارم اون اطلاعاتی که میتونه برای شما مفید باشه از طریق کتاب، نوشته هایی که خب حاکی از سالها تجربه من هست، برای شما در اختیارتون قرار بدم. به خاطر همین این کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق الان هست در خدمتتون. جادوی باور هم فکر میکنم تا دو ماه دیگه تمام مراحل چاپش تموم بشه که بتونیم برای شما در خدمتتون انجام بدیم. و من مشاوره رایگان بین 15 تا 20 دقیقه، ما همه فارسی زبانان همه جای دنیا، من باز نمیگم ایرانیان عزیز، چون هر وقت که گفتم افغانیای عزیز که خب هم زبانان ما هستن، گفتن خانم دکتر شما فقط گفتین ایرانیا، ما که همه برنامه شما رو نگاه میکنیم از همه جای دنیا، از اروپا و کانادا و آمریکا. خیلی گفتم نه، من واقعا اینو سهو، یعنی عمدن نگفتم و سهوی بوده، به خاطر اینکه من منظورم همه کسایی که فارسی زبان هستن هر جای دنیا میتونن از برنامه های من استفاده کنن. اینکه ملیتش کجاییه برای من مطرح نیست، همین که زبان من میفهمه، تکنیک ها و روش های من میتونه دنبال بکنه، میتونه از طریق اینا یک تغییری در زندگی خودش به وجود بیاره، این برای من خیلی مهمه. اگر میلیون ها آدم دارن به حرف من گوش میدن و خوششون میاد، اگه یه نفر تغییر بکنه، من به اون مقصدم رسیدم. یک نفر با برنامه های من و اجرای تکنیک ها و روش هایی که من برای بهبود شرایط روحی روانی انسان ها، یعنی برای اینکه دیپریشن، انگزایتی و تمام اون عوارض جانبی که از تنبلی های ذهنی، از رکود و خودشون هم نمیدونن برای چیه، وقتی که ما ورزش میکنیم انرژی کربونی که مغزمون کم میشه و اکسیژن زیاد میشه، استرس و استراب از جمع شدن انرژی کربونیک فشار میاره، و شما اگه برین توی یه محیط بسته ای مثل یک نمیدونم مال بزرگ که بسته است، این همه آدم توی اون فروشگاه ها دارن نفس میکشن و اونجا استرس میگیرن، ولی وقتی میرین کنار دریا، توی جنگل، توی طبیعت، اونجا دارین انرژی میگیرین، به خاطر اینکه تمام درخت ها به خاطر برنامه کلورفیل که انجام میدن انرژی کربونیک رو جذب میکنن و اکسیژن رو پس میدن، و اون زیر درخت بشینین در روز، اون اکسیژنی که درخت ها پس میده، یعنی پیکنیک برین، پارک برین، ورزش کنین که اکسیژن مغزتون بیشتر بشه، که نگتیف ها، استرس ها، همه اینها میتونه شروع کنه به از بین رفتن. یه مسئله دیگه هم که حالا شما اگه سوالی داریم بفرمایید. من در مورد همین اینکه وقتی من توی یه تلویزیون دیگه هم برنامه دارم که اون البته مال لوکال کانادا و امریکا پخش میشه، تو اون برنامه داشتم صحبت میکردم، گفتم که ما در روز 50,000 تا فکر میکنیم، یکی از قانونای چیزی که ما فطرتاً افکارمون منفیه، به خاطر همینم من میگم تربیت دوباره زن، و من اون دوره مایندفولنس اند اورنس یک دوره خیلی کاملیه که ما چجوری میتونیم این افکار منفی رو شروع کنیم از ذهنمون، یعنی خونساش بکنیم. پس ببینیم ما 50,000 تا فکر میکنیم که 45,000 تاش منفیه، 5,000 تاش مثبته. پس لازمه که انتخاب بکنیم، لازمه که مواظب افکارمون باشیم،
لازمه که تربیت دوباره، من الان 10 ساله دارم در مورد تربیت دوباره ذهن صحبت میکنم که جا بیفته برای آدم ها. ما نمیتونیم خود به خود، چون خودمون آگاه نیستیم چه اشکالی داریم، خودمون نمیدونیم چجوری منفیامونو ببریم. حالا من تکنیکا رو که میگم، خب اینا باز نیاز داره که باهاش کار بشه و جزئیاتش با شما کار بشه. ایرونی ها متاسفانه حاضرن برن خیلی پول برای همه چیزایی دیگه خرج بکنن، آخرین چیزی که براشون مهمه اینه که مثلا اصلا به فکرش هم نمیافتن، درسته که خارجی ها مبلغ زیادی رو برای یه سری از این چیزا میذارن کنار، میخوان ایرونی ها همه اون کارهای که فکر میکنن لذت اونا رو هم بکنن، ولی وقتی که تغییر میتونه در زندگی شما به وجود بیاد با مثلا 5-6 جلسه تراپی، با 10 جلسه تراپی، اونایی که ارزش به خود دارن و میتونن میان ماها تمام روش ها رو تغییر میدن، روی گل هاشون کار میکنن، روی اهدافشون کار میکنن، روی ایمیجینیشن، تصویر سازی، تمام اون کاری که ما میکنیم برای رسیدن به خواسته ها و تمام اونا رو تا آخرش میرن و یه آدم موفق از آب در میان. ما باید کار بکنیم، تربیت کنیم، قبول داریم وقتی که من خود به خود نمیام درست بشم، من اگه انگر دارم، اگه پرخاش دارم، به قول خانمی که اومده بود تو تراپی میگفت شوهر من میگه همینی که هستم، من بد اخلاقم، من عصبانیم، یعنی چی من بد اخلاقم، عصبانیم، نمیتونم، اینا اسکیوزه، یعنی داره عذر میاره، بهانه میاره، بهانه ماها، یعنی واسه چی قبول کنین شما که اون آدم فطرتاً اینجوریه؟ خب اگه هست درمان لازم داره، نمیتونه بگه من اینطوریم، همه آدما بیان به من تعظیم کنن، مواظب من باشن، مواظب باشم من خشمگین نشم، یک کاری نکنم منو ناراحت کنم که من فریادم در بیاد، همه رو مثل موش بشونیم کنار اون بر که من نمیتونم. خب یعنی چی؟ چطوریه که ما اینو میپذیریم و تمکین میکنیم به یه رفتارهای اینجوری؟ یه نوتیسه به خودتون بدین، بگین یه تلنگری بزنین، چطوریه که ما اینا رو میپذیریم؟ از حقارتمونه. پس من یه تلفن دیگر میگیرم، زنگ زنم که تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از برنامه خیلی خوبتون. من حالا اینجا خب خیلی از دوست شده دیگه هم هستن که همه قابل احترام هستن البته، ولی خب من خودم به شخصه خیلی دیگه که میدونم از به دوستان همچه پای برنامه شما میشینیم و میام هفته پیشم متاسفانه تشریف نداشتی. مرسی. الان من یه تلفنم دارم، من خیلی از همه تو ممنونم، همینا به من اون عشق به این که بیام و هرچی که در توانم هست، در دانشم هست، در آگاهیم هست، در تجربم هست، در خدمت جامعه ایرانی، در جامعه فارسی زبانم، باز اشتباه نکنم بذارم. من این تلفن دیگر رو گفتن مثل که ارژانس، من بردارم حالا بعد از شما هم تشکر میکنم. میخواین روی خط باشید؟ خیلی خوشحال شدم. ممنونم ازتون. میتونیم با من تماس بگیریم، من 15 دقیقه مشاوره رایگان تلفنی دارم، 15 تا 20 دقیقه در خدمت همتون هستم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانده، ببخشید من میخواستم اولا بپرسم این 15 تا 20 دقیقه مشاوره رایگانتون مقبول به چه زمانهایی میشه؟ یعنی ما چه زمانهایی باید زنگ بزنیم؟ آها، اگر از ایران هستین شما. و دوم در ارتباط با این که شما میفرمایید که توی ایران متاسفانه افراد نمیرن پیش روانشناس و غیر ازارک برای حل مشکلاتشون، من خودم شخصی هستم که بیش از بگم 10 تا این مشاوره رو گذروندم، متاسفانه یا اکثرشون واقعا وارد نیستن، من خودم بهشون مشاوره میدم، من وقتی که میرم باشون صحبت میکنم من درمو درمیون میذارم، میبینم مثلا هاج و واج مونه، میگم من بهتر از این کار بکنم، میگه آره اینم یه راه خوبیه، یا این که متاسفانه مغرف هستن وقتی که مثلا از مسائل آدم آگاه میشن به یک چشم دیگه آدم رو نگاه میکنن و یا اینکه ببخشن، خیلی ببخشن، قصد سوء استفاده دارن. مثلا من با یکی از همین افرادی که در ارتباط بودم به من از من درخواست کرد میکنم من یه مبلغ قابل توجهی رو بهشون بدم،
بابت اینکه میدونم کاش یه جایی رو باز کنه، دایر کنه. متاسفانه من خودم شخصی هستم که خیلی دوست داشتم برم و مشاوره بگیرم، ولی چون این موارد رو دیدم دیگه اصلا دیگه چیزی رو بگم دیگه واقعا کاشش کردم، دیگه احساس کردم، گفتم دیگه حرفی خودم بزنم بسه همون کاره میکنم. اینو باید در جواب این گفتم که شما و بقیه دوستانتون که پشت تلویزیون تشریف میارین، این بارها من شنیدم تکرار میکنه و میگین که مردم ایران نمیرن دنبال مشاور. من خودم رفتم و متاسفانه خیلی ضربه خوردم. خواهش میکنم این تراپیای رایگانتون، مشاوره رایگانتون هم زمانشو به من بفهم. اگه امری نیست من قرد بله شما یه دقیق رو خط بشه من تلفن ببینین تماس با دفتر من، نماینده من، یعنی نماینده من تو ایران یک آدم بسیار محترمی هستش، 0919 بله 793 2933. همینو یاد داشت بکنن، 0993 793 2933. بازم دوباره تکرار، اجازه بدین 0919 793 2933. اینجا با نماینده من هماهنگ میکنه با من، یعنی ایشون با من هماهنگ میکنه، میگه خانم مثلا تناز، خانم نمیدونم شهلا یا آقای ایکس میخوان وقت مشاوره بگیرم برای مشاوره رایگان. من اتفاقا همین دیروز و پریروز و اینا چند نفر وقت گرفتن که برای هفته آینده من زمانش رو دادم. بنابراین با اونا با ایشون چک میکنیم، به شما خبر میدن یا بهتون تلفن میزنن یا بهتون تکست میدن. و برای کتابم همینطور، برای سفارش کتابم با همون نماینده من تماس میگیرین، هر آدرس و چیزای پستی خودتون، اطلاعات پستیتون رو میدین با هزینه‌ای که حالا با در ایران فرق میکنه مبلغش با امریکا، و اونجا کتاب و سی دی در خدمت و در اختیار شما قرار میگیره. منظور منم این نبود که نمیرن ایرونیا، مسئله این بود که شما ممکنه این کار بکنین، ولی میذارن دقیقه 90. ببینین نذارین دقیقه 90 برین. من فکر کنم در ایران نمیگم، اینجا مگه کسی که میان تراپی وقتی آقای یا خانم به حالت طلاق رسیدن و خانم میاد گریه کنه میگه همسرم میخواد طلاق بگیره وای من چیکار کنم، که بعد میان من باز هم همونا رو برگردوندم به زندگیشون. ولی خب وقتی میبینین یه زندگی اشکال داره، وقتی میبینین نمیتونین با هم دیگه صحبت کنین، میخواین با پرخوش با هم برخورد بکنین، از زندگیتون ناراضی هستین، ببینین یه علتی داره، دنبال اون علت باشین بیاین و ببینین. ما هم دنبال این نباشیم که خانم بخواد آقا رو بیاره، آقا هم بخواد خانم رو بیاره، نه، هر کدوم که حاضر بودن این رشد رو برای خودشون. ما برای خودمون رشد میکنیم، برای خودمون تغییر میکنیم، نه برای کسی دیگه، ولی اون تو زندگی زناشوییمون میتونه خیلی مؤثر باشه. پس بنابراین این چی میگه، هدیه و کادو رو ما به همسرمون نمیدیم، که اگه من میام خودم رو توی تراپی تغییر بدم، میام تمام الگوهای نامساعدی که دارم و از کودکی برای من بیلداپ شده، اون چیزایی که واقعا توی ذهن من هست، رفتارهایی که میتونه آسیب زننده باشه. حالا حتما با همسرتون اون رفتارا رو نمیکنیم، با بچه هاتون هم میکنیم، با دیگران هم اون رفتارا رو انجام میدین. پس بنابراین این دلیل نمیشه که شما اگر میرین تو تراپی بگین حالا اگه همسرتون هم نیومد. الان من خیلی از آقا هستن که خودشون تنهایی دارن میان توی تراپی به خاطر اینکه اصلا نمیخوان در این رابطه با خانمشون صحبت کنن، و چون اون اصلا مخالفت داشته اصلا هم نمیگن و میخوان خودشون رو تغییر بدن، حالا و میان و موفق میشن. بنابراین هر کس برای خودش بها و ارزش قائل باشه برای تغییر اون رفتارهای نابجا، باورهایی که ایجاد اشکال میکنه در زندگی زناشویی، میان دنبال راه حل میگردن و انجام میدن. این تکنیک ها رو من میدم، ولی شما هستین که باید تکرار و تمرینش بکنید، اون موقع موفق خواهید شد. یکی از چیزایی که باعث موفقیت میشه، من چون به من نوتیس دادن که وقت من تموم شده، من از همتون واقعا خیلی خیلی تشکر میکنم که اینقدر لطف دارین، و واقعا همین به امید شما هموطنای عزیزم
میام و اینجا میشینم و دوست دارم هر کمکی، هر روشی رو که باعث بشه آرامش، عشق، محبت، فداکاری، بخشش در زندگی شما به وجود بیاد، اونا رو باهاتون کار بکنم. همتون رو خیلی دوست دارم، دست گرم همتون رو میفشارم. میدونین که من از دل صحبت میکنم و هرچی که میگم واقعا همونه، یعنی دوستتون دارم، در خدمتون هستم. تا درودی دیگر با همتون بدرود میگم و تشکر از اتاق کارشناس فنی و کارگردان فنی برنامه آقای مهندس اندرو. خیلی متشکرم، خدا نگهدارت. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری‌های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13، 310-444-11-13. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست.